با درود بر شما بهتران گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه جمعه است و دوم اکتبر سال 2015 در روزهای جمعه همونطور که مطلع هستید از ساعت 9 تا حدود 10 و 20 دقیقه خدمت شما هستم و در بسیاری موارد مهمانی هم داریم که صحبت میکنیم با ایشون. مهمان امشب ما آقای دکتر حسن نایب هاشم هستن، پزشک، فعال سیاسی، ساکن وین هستن. ایشون قبل از این هم در برنامه تشریف داشتن. آقای دکتر حسن نایب هاشم از احترام و حسن شهرت بسیار در میان هموطنان عزیز برخوردار هستن که حقیقتا استحقاق ایشان هم همین است. ایشان فعالیت هاشون رو بر روی داستان حقوق بشر گذاشتن. حقوق بشر پاشنه آشیل رژیم هست، یعنی اگر رژیم در واقع حقوق بشر رو رعایت نکند، همچنین که تاکنون نکرده است، بدنام در جهان خواهد بود و همواره این مسئله در هر نشستی مطرح خواهد شد. اگر هم بخواهد حقوق بشر رو رعایت بکند که مجبور هست سر انجام کار رعایت بکند، بایستی از بسیاری از مواضع خود عقب نشینی بکنه. خب اجازه بفرمایید من همون طوری که سنت همیشگی ما هست با حافظ آغاز کنیم. حافظ، عرض کنم که یکی از مهمترین وجوه مشترک ما اندیشه و هنر حافظ هست. این است که دلهای ما رو حافظ به هم نزدیک میکند و در هیچ دیوانی چنین معجزه‌ای نیست. میگوید مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. در واقع این یک به تعنت یک ایراد منطقی و فلسفی است به دیناندیشان که میگویند هر چه انسان انجام میدهد در مشیت الهی است و بدون مشیت الهی هیچ نیست و انسان مجبور هست و مختار نیست و همه چیز به دست اوست. حافظ مرتب این رو به رخ دین باورا میکشد که ما تقصیری نداریم، به جهت اینکه در پس آینه طوطی صفت هم داشتند. اون که استاد ازل گفت بگو میگویم، یا حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. بله، مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، یعنی فاتحه همه چیز رو من خواندم، از دنیا و اون چه دروست، از دین و اون چه میگوید، به جهت این که ما از چشمه عشق نوشیدیم، یعنی اون چه حقیقتی دارد عشق است. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. چون کسانی که میمیرن در واقع چهار تکبیر مسلمین میزنند و بعض فقها ها شش تکبیر پیشنهاد کردند بر اون مرده. در واقع عرض کنم که میخواهد که در گوش مرده هم اون الله اکبر خلاصه بپیچد به یک نحوی. وقتی هم که در گور میگذارند یکی شانه چپش رو بگیرد بگوید که اسمع و افهم یا حسن ابن علی مثلا. خب داستان دیگه داستان کنترل دینی است. اینها فرزانگان ما هیچ کدام تن ندادن به این سخنان سطحی بیمزه. باری، من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشقو از بوی کم است. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا،
ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. به جز اون نرگس مستانه که چشمش مرساد، این چشمش مرساد، مرساد در واقع صیغه دعایی هست، چشمش مرساد یعنی چشم بد بدون مرساد دعا میکند. به جز اون نرگس مستانه که چشمش مرساد، زید این طارم فیروزه کسی خوش ننشست، جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست، یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست. به پیری چو خم گیردت یال و پشت، فردوسی فرمود به جز باد چیزی نماند به مشت، یا نداری به مشت. بسیار خوب، از این داستان میگذریم. از می شود که موضوع سخن از حقوق بشر هست، چون امشب بنده میخوام برنامه رو به دو قسمت کنیم. قسمت اول در قسمت دکتر نایب هاشم هستیم، بخش دوم این موضوع آمدن روس‌ها به خاورمیانه که یک فصل جدیدی در دخالت روس‌ها در خاورمیانه هست و آینده‌ای رو منظور نظر دارد در باب این داستان و در واقع سوابق تاریخی صحبت می‌کنیم. اجازه بفرمایید که درود بفرستم خدمت آقای دکتر حسن یعنی هاشم در وین. دکتر درود بر شما. منم درود میفرستم خدمت شما و بینندگان برنامه شما. خوشحالم که بار دیگه فرصتی پیش اومده و با هم همصحبت هستیم. خسته نباشید دکتر. شنیدم که در مسافرت بودی قربان. بله، خب اجلاس 30 شورای حقوق بشر بود و خب میدونید که موقعی که جاری هست اجلاس های شورای حقوق بشر، ما سعی میکنیم که در ژنو باشیم و تعقیب کنیم مسائل اونجا رو و به سهم خودمون در سطح امکانات خودمون تأثیر بگذاریم، اونجا موضوع گیری داشته باشیم و برای برنامه هایی رو تدارک ببینیم اونجا. دکتر نایب هاشم، وقتی که جلسه هست در سازمان ملل و جناب‌عالی هم تشریف میبرید، در واقع معنیش این هست که شما در بین فعالان حقوق بشر صاحب شأن و مقامی هستید، یعنی در واقع منتخب گروهی باید باشید، چون همه کس که نمیرود اونجا. نتی خواستم که در این باب هم اشاره‌ای بفرمایید. اطلاع دارید که بعضی از سازمان‌های غیر دولتی دارای مقام مشورتی سازمان ملل هستند، یعنی سازمان‌هایی که ده ها سال سابقه فعالیت در زمینه حقوق بشر توسعه داشته باشند. سودوین که سازمان غیر دولتی در اتریش هست، چون شرایطی رو داره در کنار خب خیلی از سازمان‌ها مثل عفو بین‌الملل، دیوان حقوق بشر و غیره و غیره، اینها مقام مشورتی دارن و خب میتوانن اونجا در واقع توصیه‌های خودشون رو به سازمان ملل و کشورهای عضو اون توصیه‌ها رو داشته باشن. و خب من هم از جانب سازمان غیر دولتی زودبین اونجا حضور دارم و خب تلاش ما این هستش که با توجه به مسائل ایران نیروی بیشتری رو بگذاریم و اگر سازمان‌های غیر دولتی دیگر به جز چند سازمان اونجا مقری دارن در ژنو و به طور دائم حضور دارن، معمولا سازمان های غیر دولتی دیگری که داره مقام مشورتی هستن کمتر حضور پیدا میکنن. بسیاری از اونها هم سازمان های غیر دولتی در واقع دولتی هستن و بسته به دولت هاشون هستن، مثل سازمان های غیر دولتی که از ایران به ژنو میآیند و اونها رو به اصطلاح هم میگیم کنگو، یعنی سازمان های غیر دولتی هدایت شده توسط دولت، و خب اونها هم هستن. به هر حال من این امکان رو داشتم که از این اعتماد رو داشته باشم سازمان غیر دولتی زودبین و خب ما اونجا حضور پیدا بکنیم، و با توجه به اینکه تمرکز ما رو مسئله ایران هست، ما عملا پروژه‌ای رو به نام همه حقوق بشر برای همه در ایران داشتیم و داریم و خب سعی می‌کنیم که کلیه مسائلی که در رابطه با حقوق بشر در ایران هست و کسانی در ایران زندگی می‌کنن، مثل خارجیانی که در ایران زندگی میکنن، مثل افغانستانی هایی که در ایران زندگی میکنن، اونجا مطرح بکنن. دکتر هاشم، این نشست ها سالانه است، یعنی سالی یک بار هست، اینطور نیست؟
نه خیلی، سالی سه بار هست. سالی سه بار هست. شورای حقوق بشر سه اجلاس داره، یکی اجلاس ماه مارس هست که اما باشد مهمتره، مثل همین روزها که شاهد هستیم در نیویورک سران کشورها حضور پیدا میکنن. در ماه مارس هفته اول مقامات عالی کشورها که حالا بعضن تعدادی از سران در سطح ریاست جمهور و نخست وزیر هستن، ولی عمدتا در حد وزرای خارجه، وزرای دادگستری و وزرای حقوق بشر در کشورهایی که چنین وزارتخانه هایی رو دارن حضور میابند. و یه هفته اولش به این صورت هست. سه هفته دیگرش مانند جلساتی که در ماه سپتامبر برگزار میشه که ما چند روز پیش اونجا بودیم، و ماه ژوئن برگزار میشه، بررسی میکنن گزارش های گزارشگرهای ویژه رو، چه موضوعی چه کشوری، و بعد بررسی در واقع ازواری جهانی صورت میگیره که یکی از مکانیزم های حقوق بشر هست، و نهایتا قطعنامه هایی در رابطه با مسائلی که در دنیا مطرح هست ارائه میشه و مطرح میشه. و خب ما همین حالا اینجا که جمعه است میشه گفت امروز و دیروز آخرین مراحلی بوده که قطعنامه های شورای حقوق بشر صادر شده در ژنو. دکتر نایواشم، من همینطور که میفرمودید من یک نکته به نظرم آمد. داستان حقوق بشر داستان پردرد و رنجی است تا اونجایی که به کشور ما مربوط است، یعنی هر هموطنی که یا هر کس در جهان در واقع، چون بشر بشر است، فکر بکند به موضوع حقوق بشر در ایران و این اعدام ها و این پایمال کردن این حقوق انسانی مردم ما توأم با درد و رنج هست. من هیچ تردیدی ندارم شما و امثال شما که مشغولیت ذهنی شما و فعالیت های ذهنی شما بر محور این کار هست، این کار برای شما حتما اون درد و رنج ذهنی را هم دارد، از حوادثی که در ایران اتفاق می افتد، از این اعدام ها، احیانا شکنجه ها، سنگسار که می شود، دست که قطع می شود، حقوق سیاسی که وجود ندارد، حق انتخاب دین و اینها. اینطور نیست واقعا؟ مرحوم متاسفانه اینطور هست. مدافعان حقوق بشر خب همراه با مسائلی که هست تأثیر میپذیرن. مثال میشه زد در رابطه با پزشکی، دندان پزشکی، گفته میشه که عمر دندان پزشکا که در مجموع کم هست، ولی کلن عمر دندان پزشکا به خصوص خیلی کمتره، به خاطر اینکه با هر در واقع دردی که بیمارشون میکشه اونها هم زجر میکشن، اونها هم درد میکشن، و برای اون استرس مداوم که یک عمر دارن عمر اونها رو کوتاه میکنه. در رابطه با مدافعان حقوق بشر هم چنین هست، یعنی اونها این مسئله رو دارن که همراه با کسانی که سعی میکنن که از حقوقشون دفاع بکنن اون زجر درد رو میکشن، البته مسلما نه به اون قدر و به اون نسبتی که اون کسی که قربانی هست. بله البته این درد میکشن، ولی خب به درجات شاهد نقض حقوق بشر هستن. مثلا همین توصیه میشه مثلا کسانی که کار میدانی میکنن، بر فرض پزشکان بدون مرز که وقتی مراجعه میکنن به کشورهایی که اونجا احتیاج هست به وجودشون، برای اونها وقت میگذارن که مثلا فرض کن شما 6 ماه اونجا خواهید بود و بعدا حتما برخواهید گشت، فرض کن برای گروه دیگه باید باشه، یعنی زمانی باید باشه برای در واقع تمدد اعصاب. و این پدیده برن آوت که گفته میشه در رابطه با پزشکان، در رابطه با مدافعان حقوق بشر هست، چون اونها وقتی که با پدیده مواجه میشن تا حد زیادی در اون غرق میشن. ما این اواخر در رابطه با پناهندگان بسیاری از افراد رو در سطح اروپا شاهد بودیم که در زندگیشون تا حد زیادی عجین بود شده با کسانی که اکنون پناهجو هستن. این یک واقعیته، ولیکن خب راهیه که افراد انتخاب میکنن، فقط باید کاملا هوشیارانه در این رابطه برخورد بکنن. چون مثلا در واسم پزشکی مثال میزنم، وقتی که ما قراره که به کمک کسی که حادثه دیده بریم به عنوان امدادگر، صحبت از این میشه که ابتدا باید کاملا خود رو محکم بکنید، بعد از میخواید به جایی برید که کسی در دره سقوط کرده، مثلا میخواید به چنین کسی کمک کنید، کاملا خود رو محکم بکنید، کاملا امنیت خودتون رو حفظ بکنید. امنیت شما شرط لازم هست برای اینکه بتوانید این کمک رو انجام بدید. به هر حال این راهیه که این افراد انتخاب کردن، ولی که همونجور که عرض کردم نباید
در اون مسئله غرق بشن و باید همواره به این فکر بکنن که باید شرایطی رو برای ادامه کار حتما تأمین بکنن که بتونن این رو ادامه بکنن. بله زنده باد. عرض کنم که خب در این جلسه که تشریف داشتید خب سخن از حقوق بشر در ایران بوده، بفرمایید ببینیم چه گذشت و حتما نمایندگان جمهوری اسلامی هم در اونجا خب حتما هستن و این صحبت ها چگونه برگزار میشه و اگر دستاوردی هست لطفا بفرمایید هموطنان ما مطلع بشن، یعنی چنون که بر اثر فعالیت های حقوق بشری حضرت عالی و همکاران شما دستاوردی بوده حتی برای یک نفر ایرانی، لطفا بفرمایید اولا که این جلسه چگونه گذشت، اگر مسئله در باب ابطال حقوق بشر در ایران مطرح می شد چه دفاعی نمایندگان جمهوری اسلامی اونجا دارن اگر هستن، چون من واقعا وارد نیستم به داستان. این است که خواهش میکنم بفرمایید. بله به این صورت است شورای حقوق بشر که خب ابتدا در این جلساتی که گفتم مقامات عالی شرکت ندارن، جلسه شروع میشه با گزارشی که کمیسر عالی حقوق بشر ارائه میده آقای زید الحسین و در گزارش ایشون در جای اشاره شده بود که ایشون خب به هر حال از توافق اتمی حمایت کرده بودن و در این حال مطرح کرده بودن که میزان اعدام ها، میزان بازداشته خودسرانه، میزان در واقع فشار بر روزنامه نگاران، فشار بر مطبوعات و غیره در یک پاراگراف در مجموعه گزارشی که داشتن به موضوع ایران اشاره کردن، برخلاف دفعه گذشته که فراموش کرده بودن ظاهرا که خب ما اعتراض کردیم به این مسئله. این بار خب ما وقتی این گزارش رو میدن هم کشورهای عضو شورای حقوق بشر که 47 کشور هستند و هم سایر کشورها که جمهوری اسلامی از زمره اونها هست، اگر عضو باشن 3 دقیقه فرصت دارن که نسبت به اون گزارش برخورد بکنن، اگر ناظر باشن مثل جمهوری اسلامی 2 دقیقه فرصت دارن که برخورد بکنن، سازمان‌های غیر دولتی مثل ما هم اگر که موضوعی داشته باشن 2 دقیقه فرصت دارن که خب موضوع گیری بکنن. بنابراین خانه خود نسبت به این گزارش جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داد که هیچ در ارتباط با این مسئله نبود که در ایران چه اتفاقاتی افتاده و میافتد. یعنی نفی میکنن که این اتفاق افتاده؟ اون گزارش خب جامع هست، اشاره به این موضوع نمیکنن. یعنی وقتی اون گزارش مثلا به موضوع سوریه هم پرداخته به موضوع سوریه میپردازن دیگه، اینکه شما در گزارش خودتون به ایران پرداختی به این مسئله مطرح کردید مطرح نمی کنن، از کنارش می گذارن. عجب. خب شما باید یقشون رو بگیرید آقای نایب حاشمی. گفتم در اون 2 دقیقه که ما داریم پتر افکنی می کنیم به اون قسمتی که هست، یه مقدار در واقع مطرح کردیم که خب ما خوشحالیم از این که شما به هر حال در این گزارش خودتون به مسائل ایران مطرح کردید و موضوع اعدام ها و خب کاملا به روز می کنیم اطلاعاتی رو که در اون گزارش هم هست. اشاره کردیم که در این 6 ماه اول سال جاری تعداد اعدام ها در چه حد بوده و اگه این روند ادامه پیدا کنه در سال جاری به چه حد خواهد بود و این ارقام دقیق رو اونجا ارائه میکنیم و سعی میکنیم که مدافعان حقوق بشر یا کسانی که در داخل کشور عضو جامعه مدنی هستند و فعالیت میکنن اسامیشون رو ذکر بکنیم و خب در این مورد خب بیشتر تاکید رو اعدام ها بود، در مواردی دیگه تاکید کردیم مثلا در مورد بازداشت خودسرانه موضوع افزایش بازداشت ها در حین بازداشت رو مطرح کردیم مثل افزایش دوران محکومیت آقای رسول بوتاقی و غیره و غیره. به هر حال بسته به هر موضوعی که در شورای حقوق بشر مطرح میشه ما اگر امکان این رو داشته باشیم صحبت بکنیم که خب معمولا این امکان رو سعی می‌کنیم کسب بکنیم، خب ما در این دوره شاید 10 تا 15 مورد موضوع‌گیری داشتیم، مجموعاً میشه گفت 30 دقیقه از وقت شورا به موضوع‌گیری‌های ما گذشت و خب این موضوع‌گیری‌ها هر کدوم در زمینه‌ای بوده که موضوع دستور شورای حقوق بشر بوده. اگر مثلا فرض کن بحث مکاتبات بین گزارشگر ویژه و کشورها بوده و پاسخ نداده جمهوری اسلامی، ترک کردیم این موضوع. اگر موضوع در واقع زنان بوده در موضوع مطرح کردیم. اگر در رابطه با مسئله فرض کن بیانیه وین که خب یکی از بحثا بوده، از اونجایی که ما این روزها با فعالیت معلمان مواجه هستیم بین اول ماه مهر هستیم، موقعی که
مدارس بازگشایی میشه تا 13 مهر که روز جهانی معلم هست، همین روزها در این میانه هستیم. ما به هر حال راجع به این موضوع صحبت کردیم، معلمانی که در زندان هستن. بعد از اون کسانی که نام بردیم، روز بعدش دو نفر از اونها خوشبختانه آزاد شدن. تصور ما و فعالین کانون صنفی معلمان خوشحال میشه، میتونه صحبت ها این تلاش ها اینا تا تاثیر داشته باشه، ولی که به هر حال خیلی قابل سنجش نیستش که آیا این عامل یا عامل دیگه ای بله. شده که تقریبا خب بلافاصله این آزادی صورت گرفت. خب ببینید، تصور من اینه که خب جلسه برقرار شده، میگن آقای نایب هاشم بفرمایید، شما نیم ساعت صحبت میکنید در باب حقوق بشر در ایران و وضعیت حقوق بشر. نیم ساعت نه، ما گفتم کشورهایی که عضو شورا هستن، که خب سه دقیقه کشورهای دیگه دو دقیقه و ما هم دو دقیقه، یعنی باید در دو دقیقه همه چیز رو بشه فرمولیه کرد. اون نیم ساعت ها مربوط به نگران هست، جانبی هست، نه جانب. جلسه در صحن اصلی شورا. بسیار خوب، اشتباه من. خب بعد نوبت میرسه به نماینده جمهوری اسلامی، خب جواب بده، باید توضیح بده. غیر از اینه در باب اعدام ها که فزونی گرفته و مدتی پیش یک آمار بود که به طور متوسط روزی 3 اعدام بوده، چه جوابی هست از سوی جمهوری اسلامی؟ چه میگویم؟ برخوردهایی که تا کنون دارن که خب میگن عمده اینها مربوط و واقعیتش هم اینطوری هست، مربوط به اعدام مواد مخدر هست. از نظر سازمان ملل متحد مجموعه اعدام های مربوط به مواد مخدر جزء جرائم بسیار شدید، چون میدونید که خب تمایل عمومی در دنیا الان هست، بیش از 2/3 نزدیک 3/4 کشورهای دنیا اعدام رو به هیچ شکل اجرا نمی کنن و قبول ندارن، و 1/3 تا 1/4 کشورهای دنیا هست که هنوز مجازات اعدام رو مقبول میدونن. از میان اونها شاید کمتر از 30 کشور دنیا هستن که مجازات اعدام رو اعمال میکنن، یعنی میشه شاید مثلا 15%. و خب این تمایل عمومی در دنیا هست. در مطابق اسناد سازمان ملل، حتی این کشورها که قبول میکنن که مجازات اعدام رو انجام بدن، باید در موارد که جرائم بسیار شدید باشه، مثل قتل، تجاوز، به هر حال اونم تازه موارد خیلی شنیع اون، این مجازات رو اعمال بکنه. در مورد مجازات های اعدامی که در ایران هست، صحبت بر این هستش که اکثر قریب به اتفاق اونها در واقع مجازات بسیار شدید تلقی نمیشه، از جمله مجازات مربوط به مواد مخدر. بله. از اون طرف خب جمهوری اسلامی ادعا میکنه برخلاف تمام موازین بین المللی که خب از نظر ما مسائل مربوط به مواد مخدر داشتن مثلا فرض کنید 30 گرم هروئین یک جنایت بسیار شدید تلقی میشه و ما اینها رو اعدام میکنیم. از اون طرف خب میدونید که خب در سطح وسیع کسانی که در واقع تجار عمده مواد مخدر هستن آزادانه در کشور تردد میکنن، مشکلی ندارن، فقط خب این کسانی که حالا در واقع معامله گرهای یا حالا تجار که نمیشه گفت، در واقع دلال های پیش پا افتاده هستن، اینها هستن که متاسفانه بله. درگیر میشن و اعدام میشن. و اگر خب مثلا فرض کن افغانستانی باشند، از کشور افغانستان باشند، هیچ پشتیبانی هم ندارن و به راحتی اعدام میشن. صحبت اونها این هست، حالا در حال مذاکره هستن، از جمله به هر حال بخش از این مذاکرات دیده شد. گفتم که اون 2 دقیقه یا 3 دقیقه یا بستر شرایط بسیار حیاتی هست و بنابراین خب خیلی متمرکز حالا چه کشورها چه ما باید برخورد بکنیم. ما که خب به طور مشخص در رابطه با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، البته به موضوعاتی که مربوطه دیگه. اگر که ما راجع به مثلا فرض کن وضعیت حقوق بشر در جزایر مارشال صحبت کنیم، خب قاعدتا خیلی بر نمیگردیم که جمهوری اسلامی در جزایر مارشال چه کرده یا چه نکرده، ولی به هر حال این امکان رو داریم که راجع به تمام موضوعات صحبت میکنیم. ما سعی میکنیم راجع به مسائلی که ایران مربوط هست مسائلش صحبت بکنیم، و همونجور که عرض کردم ما روی این موضوع صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی راجع به موضوع دیگری صحبت میکنیم. بله. گزارش آقای دبیرکل صحبت میشه و بخشن خب مثلا مسئله پناهندگان رو
به درستی مطرح میکنه، خب اون راجع به این موضوع صحبت میکنه که خب پناهندگان در اروپا خیلی تحت فشار هستن. خب شما سعی کنید به پناهندگان در اروپا توجه کنید. یه بیت مشهور هست در زبان پارسی، میگوید من از بحر حسین در اضطرابم، تو از عباس میگویی جوابم. خب اینها از ابتدا میگفتن آقا این حقوق بشر رو ما قبول نداریم، ما دارای حقوق بشر اسلامی هستیم. ورد زبانشون بود. بسیاری از بزرگان اینها دفاع میکردن از این تز که آقا ما حقوق بشر اسلامی داریم، ما اصلا قبول نداریم حقوق بشر رو اینها. و این ادعا هنوزم تکرار میشود در این جلسات که ما حقوق بشر اسلامی داریم، ما ربط ما به کاری به کار دنیا نداریم و حقوق بشر ما اسلامی است، چیزی از این دست. نه، پرونده موضوع بیش از 20 ساله که بسته شده، یعنی خدا رو سپاس. بیانیه وین که اشاره کردم بهش، در 21 سال پیش حدودا در وین یک در واقع کنفرانسی برگزار شد بر اساس اون همین کمیساریای عالیه که الان صحبت کردم که خانم پیلای قبلا بود، الان آقای حسین هستن، زید الحسین هستن، الان کمیسر عالی هستن. موضوع سابقه چند ده ساله داره. اونجا به طور مشخص صحبت شد که ما فقط یک حقوق بشر داریم، یعنی حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر چینی، حقوق بشر آفریقایی، حقوق بشرهای مختلف نداریم، یک حقوق بشر جهانی داریم و همه باید با اون خودشون رو تنظیم کنن. حتی اکثر این که خب باید گونه گونی فرهنگی رو خب تا حدی میشه در نظر گرفت که خب هست دارید، یعنی ممکن این حقوق بشر با سلیقه های مختلف یه مقدار اعمال بشه، ولی نه به این معنی که اصل حقوق بشر در واقع پایمال بشه. یعنی وقتی رسیده این به این که حق زندگی اساس است و مثلا مجازات اعدام نباید باشد، دیگه نمیشه گفتش که ما در اسلام اعدام داریم، سنگسار داریم و انجام میدیم. یعنی همچین مسئله مثل اون برخوردهایی که شاید مثلا لاریجانی حتی تا این اواخر هم میکرد، ولی اینکه بلکه این موضوع در دنیا حل شده هست. جمهوری اسلامی هم عملا پذیرفته وقتی که در این روندها شرکت میکنه، نه تنها جمهوری اسلامی، تمام کشورها، چین هم پذیرفته، کشورهای آفریقایی هم پذیرفته، همه در روند مثلا بررسی ادواری جهانی شرکت میکنن. حالا گاهی اوقات مدار سعی میکنن که تأخیراتی ایجاد بکنن، مثلا اسرائیل تو دور قبل یه مقدار سعی کرد که مثلا فرض کن موضع‌گیری داشته باشه بر ضد کل سازمان ملل و غیره و بگه خب این سازمان ملل برای ما نیست، ولی نهایتاً حتی اون هم رضایت داد و تمام کشورهای دنیا در این روند بررسی ادواری جهانی، این که پروندهشون بیاد در سازمان ملل و تک تک بررسی بشه، شرکت دادن. از جمله جمهوری اسلامی دو بار شرکت کرده، کشورهای دیگه بهش پیشنهاد دادن، بعضن بعضی رو پذیرفته، بعضی رو نپذیرفته. بعد اینکه سعی میکنه که حداقل اعلام کنه که با مکانیزم‌ها سازوکارهای سازمان ملل همکاری میکنه. در حال این هست، یعنی این حرفا فقط ممکنه که بعضی از کسانی که آشنا نیستن به حالا روابط بین الملل خود جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی بگویند، ولی که به هیچ وجه محلی از اعراب در جامعه جهانی نداره و اونها ملزم هستن، موظف هستن که مسئله که جامعه جهانی براشون تعیین میکنه اجرا بکنه. خب در این مباحث شما حتما به روزنامه نگاران، به زندانیان سیاسی و کسانی از قبیل هم حتما اشاره میشه. سوال دیگر من این هست که به جز شما تعداد هموطنان ایرانی چند نفر بودن مدافعان که در اون جلسه بودن؟ خب ما در این چند هفتهی که هستیم خب با دوستان بسیاری همکاری میکنیم. ده ها نفر از عزیزان ایرانی که با ما همکاری میکنند تشریف میارند و حالا یا مشارکت دارن از جمله در خواندن متونی که تهیه میشه و همچنین در این رویدادهای موازی که ما داریم. این بار هم 4 موضوع بود که بهش پرداختیم. یکیش مسئله به حال محیط زیست بود، یکیش مسئله همین بازداشت خودسرانه بود، یکی مسئله انتخابات و انتخابات که در پیش داریم جدنده های مختلف اون بود، و یکیش هم به هر حال ما میدونید که 3 دوره به عزیزانی که خب عمدتا در زندان سیاسی هستن جایزه حقوق بشری رها رو دادیم. در واقع در ارتباط با مدافعان حقوق بشر یکی از این رویدادهای موازی ما هم یا جانبی ما هم در این ارتباط بود. به هر حال عزیزان مختلفی حضور پیدا کردن، اونجا سخنرانی کردن. خب اونجا میشه گفتش که علاوه بر اون 2 دقیقه هایی که در صحنه اصلی
شورا داریم و مجموعاً شاید در این دوره 30 دقیقه شد حدوداً، ما چندین ساعت حدود شاید 8 ساعت 10 ساعت 8 ساعت برنامه در رویدادهای موازی داشتیم و عزیزان شرکت کردن، علاوه بر حالا اون مجموعه چند ده نفری که خب ما تدارک میبینیم و حضور پیدا میکنن، از سازمانهای غیر دولتی دیگر هم عزیزانی هستن که خب چه در شورا حضور پیدا میکنن چه ممکنه که برنامه های موازی رو تدارک ببینن. خب میدونید که جامعه بهائیان ایران از دهه ها پیش به زودتر از ما به هر حال در شورای حقوق بشر حضور داشته، خانم دایان علایی همیشه اونجا حضور دارن و خب برادشون موضع گیری کردن. این بار از جانب یک سازمان غیر دولتی آقای محمود امیر مقدم حضور داشتن، ایشون هم راجع به مسئله در رابطه با مسئله چون یکی از پنل هایی که در شورای حقوق بشر بود در رابطه با مواد مخدر بود، ایشون هم حضور پیدا کردن و موضع گیری کردن. در حال ده ها نفر از مدافعان حقوق بشر که در عرصه‌های مختلف کار میکنن. خب کار ما اینطوری هستش که همونجوری که عرض کردم همه حقوق بشر برای همه در ایران، بنابراین روی یک موضوع مشخص قانونی نشده، ولی که دوستانی هستن که خب روی موضوع مشخصی کار میکنن، مثل مثلا دوستان جامعه بهائیان که خب در مورد مسائل بهائیان ایران زوایای مختلفی صحبت میکنن، یا از آقای امیر مقدم که نام بردم به خصوص روی موضوع اعدام تلاش دارن و فعالیت میکنن. دکتر یه موضوع دیگر موضوع شکنجه است. اگه به خاطر داشته باشید همین مجلس آقایان آمدن گفتن شکنجه نباید باشد و شورای نگهبان که پاسداران اسلام و فقه اسلامی هستند گفتن بایستی باشد تعزیر، بایستی باشد که این تعزیر در واقع یک مغالطه لفظی است برای اعمال شکنجه. بله حافظ می‌فرماید پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند، چون کسی که شراب می‌نوشید 80 ضرب شلاق می‌زدند و هنوزم می‌زنند. این شکنجه چیز پدیده بسیار غیر انسانی و بسیار منحوس و بسیار پلیدی است که من واقعا بیان اون رو ندارم و توان اون رو ندارم که بتوانم توضیح بدم که چگونه می شود یک آدمی رو برد، ناخونهاش رو کشید یا به اون شلاق زد یا چیزهای از این قبیل و به لحاظ روحی او رو در فشار گذاشت به خاطر عقیدش. هرگز این مطرح می شود که آقا شما تعزیر رو گفتید باشد و شکنجه در قانون جزای شما هست که نامش تعزیر هست. هرگز این موضوع واقعا مطرح شده آقای نایب پاشا؟ بله خب ما به کرات راجع به این موضوع صحبت میکنیم که یک بار در خود همون شورا آقای لاریجانی از تعزیر دفاع کردن و خب ما به هر حال در هر موردی که بوده مسئله شکنجه راجع بهش صحبت کردیم. میدونیم که خب گزارشگر ویژه شکنجه هم از جمله گزارشگرانی هستش که گزارش خودش رو ارائه میده، وقتی که آقای احمد شهید هم گزارش میده یکی از مقولاتی که همیشه بهش میپردازه مقوله شکنجه هست. قطعا راجع به تمام این یکی از مهمترین موضوعات از شکنجه ما همونجور که شما فرمودید از بعضی نظرها قامص هست. مثلا در مورد اعدام که صحبت کردیم از کردم بیش از دو سوم کشورهای دنیا مجازات اعدام رو اعمال نمی کنن یا به ترتیبی 3/4 یا حتی بیش از 3/4 و اونا که اعمال نمی کنن با قاطعیت اعمال نمی کنن. من نمی دونستم اعمال می کنن، اجازه بده، اعمال می کنن اعتراف می کنن به اینکه اعمال می کنن. در مورد شکنجه قامستر هست برای اینکه کشورهای خیلی بیشتری هستن متاسفانه که شکنجه رو اعمال می کنن، ولی تقریبا هیچ کشوری رو در دنیا نمی توانید بیابید از جمله جمهوری اسلامی هم که سعی می کنه به این شکل آپوشانی کنه که بگه شکنجه چیز خوبی است و باید کرد، ولی در عمل شکنجه میکنن و میگن چیز بدی است. بله در عمل نه تنها جمهوری اسلامی، متاسفانه گفتم تعداد بسیاری از کشورهای دنیا این کار رو میکنن، کشورهایی که حتی انتظارش هم نمیره و در موارد مختلف دیگر کاملا رعایت میکنن، در این مورد رعایت نمیکنن برای اینکه خب با این ادعا که برای اینکه بتوانن حقیقتی رو کشف بکنن و این حقیقتی که کشف بشود چه بسا باعث بشود که دیگرانی کمتر کشته بشوند یا کمتر اذیت ببینند، گاهی اوقات از اون معیارهایی که هست فراتر میروند که این معیارها به طور مشخص شکنجه بدرفتاری هست و از این نظر حداقل تقاضا میشه، خواسته میشه که تمام کشورهای دنیا
کنوانسیون مربوط به شکنجه رو که سال 1984 در واقع اجرایی شده امضا بکنن، نه تنها امضا بلکه تصویب بکنن، که متاسفانه جمهوری اسلامی در این زمینه هم اقدامی نکرده، و بعد گزارشگر ویژه شکنجه رو راه بدن به کشورهای خودشون. گزارشگر ویژه شکنجه خودش شکنجه دیده است، خودش مدت ها زندان بوده و علاوه بر اینکه خب برحال حقوقدان هست و کارشناس هست، قربانی هم هست، شاهد هم هست. عجب. خب میتونه نظر خیلی مشخصی داشته باشه. بنابراین خب اگر این اقدامات صورت بگیره، بنابراین کشورها دستشون بیشتر بسته میشه در اعمال شکنجه. متاسفانه کشورهای مثل جمهوری اسلامی از این نظر بسیار بد سابقه هستند در جامعه بین الملل و همه اطلاع دارن، در که همونجوری که عرض کردم متاسفانه ابعاد اعمال شکنجه در دنیا خیلی وسیع، هرچند که همه شکنجه رو رد میکنن. عجب. دکتر میخواستم این سوال رو هم به میون بیاورم که بفرمایید از نظر در نظر نگرفتن حقوق بشر و ضایع ساختن حقوق بشر ایران در چه مقامی است در جهان؟ ما میدونیم که در خیلی از موارد ما یک پارامترهایی داریم، در واقع اندکس داریم و میتونیم مثلا رنکینگ بکنیم، بگیم که مثلا این کشور در دنیا از بین 193 تا مثلا 182 یا دیدید دیگه در خیلی از موارد این کار انجام شده. متاسفانه در مورد حقوق بشر در واقع یک به این صورت یک نداریم یک در واقع شاخص یا شاخصه، ولی که برحال وقتی که تنها 14 کشور دنیا گزارشگر ویژه دارن و اون گزارشگرهای ویژه عمدتا مربوط به کشورهایی هستن که تمام نظامشون تمام ساختارشون اصلا فرو پاشیده، مثل کامبوج مثلا، مثل سودان و غیره، حالا سودان که باز یه ساختاری داره، بلکه مثل کشورهایی که در واقع همه چیزشون رو از دست دادن، وقتی که در بخش مربوط به کشورهای ویژه صحبت از چند کشور میشه که فقط یکیش از 4 تا جمهوری اسلامی هست، بنابراین میشه گفتش که در جزو 4 یا 5 آخر هست. ماه دیگه یا همین ماه اکتبر شروع شده، خب ما به نیویورک هم سفری خواهیم داشت، مجمع عمومی گزارش گزارشگر، یعنی این همین سیستمی که ما داریم، کمیته سوم حقوق بشر از همین 3-4 دیگه کارش رو آغاز خواهد کرد. گزارشگرهای ویژه که به شورای حقوق بشر در 3 گزارش میدن، همشون در ماه اکتبر گزارش میدن به کمیته سوم مجمع عمومی، از جمله دکتر احمد شهید 28 اکتبر در نیویورک حضور خواهد داشت و گزارش خودش رو خواهد داد. در این مسائل در این در واقع نیویورک دوباره تمام این مسائل بررسی میشه و نهایتاً قطعنامه های صادر میشه. در کنار کره شمالی، در کنار سوریه، در کنار برمه، تنها ایران هست که گزارشگر ویژه، یعنی هم قطعنامه داره و برای گزارشگر ویژه کشوری داره در ارتباط با کشوری که خب حالا ساختار خودش رو داره. اسرائیل هم خب موقعیت ویژه خودش رو داره، از سال 67 به بعد همواره برها قطعنامه هایی برش صادر میشه. بجز این 5 کشور در مجمع عمومی نام کشورها نمیاد، یعنی کشورهایی به طور مشخص مورد بررسی مجمع عمومی قرار نمیگیرن. بنابراین میشه گفت در بین 193 کشور دنیا ایران جزو اون 5 آخر هست از نظر رعایت حقوق بشر. دکتر نباش، من سوال آخر من این هست که این فجایعی که در ایران شد در این روزگار جمهوری اسلامی، اینا در اون طبقه بندی و کاتگوری جنایت علیه بشریت میشود به حساب بیاید، مثل کشتارهای 61 و 67 و 68، آیا هرگز به اینها اشارتی رفته مطرح بشی که آقا شما این جنایات رو کردین در حق مردم ایران، در حق جوانان، فقط به خاطر عقیده؟ آیا این شما در جلسه بودید که این سخن به خصوص این کشتارها مطرح بشه؟ بله، من حالا توی گزارشی که دادم شاید کامل نگفتم، یکی از این رویدادهای موازی که ما داشتیم در رابطه با این مسئله بود، چون که خب آقای دستمالچی راجع به واقعه میکنوس صحبت کردن،
خانم ناهید همتی راجع به کشتار سال 67 صحبت کردن در همین ماه سپتامبر، سه هفته پیش. در حال ما که حتما هر سال در واقع در رابطه با این موضوع به خصوص در شهریور ما هم به خاطر اینکه سال روز فاجعه ملی هست و همین که از دو سال پیش گزارشگر ویژه‌ای در سازمان ملل تعریف شده به نام گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار. موضوع او در واقع همین موضوعه، یعنی اینکه موضوع دادخواهیه، یعنی اینکه میدونید که در وهله اول کشورها انکار میکنن، ببین با تلاش روشن بشه، یعنی هولوکاست رو هستن کسانی که انکار میکنن، هنوز فاجعه کشتار ارامنه رو ترکیه انکار میکنه، بله، فاجعه ملی سال 67 رو جمهوری اسلامی حتی اصلاح طلب ترینشون براشون خط قرمزه، یعنی اینکه راجع به این موضوع صحبت نمیکنن، تا اینجا میآیند، از اینجا به بعد نمیآیند. بنابراین راجع به این موضوع این حقیقت روشن بشه اولین گام هست، این گزارشگر مسئول هست. وقتی که این حقیقت روشن شد، عدالت، یعنی کسانی که جنایت بزرگ، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی یا نسل کشی انجام دادن، که همونجوری که شما فرمودید کشتار 67 رو به جنایت کهریزک رو میشه به عنوان در واقع جنایت علیه بشریت تلقی کرد، اینهایی که عامل این بودن حالا چه میدونم محاکمه ای رو انجام دادن در رابطه با جنایت کهریزک و خب به هر حال آقای مرتضوی با حداقل شاید به اندازه جریمه یک اتومبیل محکوم شدن، چه خلاف رانندگی محکوم شدن، ولی به هر حال مثل که جریمه شون 50-60 دلار بودی هم چی چیز خنده‌داری به حد جریمه یک خلاف کوچک رانندگی. بله. چند نفر رو کشتن و خب این کشتن به این به فجیع ترین شکل کشتن. بله. برحال منظورم که این موضوعات، یعنی مسئله عدالت دومین مسئله هست که در واقع این کسانی که عامل این قضیه شدن در دادگاه های صالحه، که متاسفانه دادگاه جمهوری اسلامی دادگاه صالحه تلقی نمیشن در این رابطه، و بعد وقتی که این عدالت برقرار شد، جبران خسارت، یعنی اینکه خب کسی که قربانی هست به هر حال باید، هرچند که خب هیچ وقت جای عزیزش رو هیچ چیزی پر نمی کنه، بله، به هر حال باید چیزی باشه که این احساس تسلی معین رو بکنه و بعد نهایتا تضمین عدم تکرار، یعنی نمیشه یه جنایت رو مرتکب شد و بعد 10 سال دیگه هم دوباره مرتکب شد و بعد 20 سال دیگه مرتکب شد. این گزارشگر ویژه کارش این هست، یعنی این هستش که از تو به تازگی همونجور گفتم منصوب شده. بنابراین وقتی که این گزارشگر گزارش خودش رو میده، علاوه بر اینکه ما سعی میکنیم که با این گزارشگر برخورد تعاملی به اصطلاح داشته باشیم، سعی میکنیم که یک رویداد موازی هم در ماهای سپتامبر داشته باشیم و به هر حال کسانی که قربانی و شاهد این جنایات بزرگ در جامعه ما بودند بتوانند مسائل رو مطرح کنند. دکتر خیلی از شما سپاسگزارم، دوست عزیز و نازنین، صبح به این زودی در واقع بیدار شدید از خواب و گزارش خیلی جامع و کامل و نافعی به هموطنان دادید در باب حقوق بشر، امیدوارم باز در خدمتون باشم. بیانداز از شما سپاسگزارم دکتر نارباش. ممنون از شما، خدمت از ماست، امیدوارم دوباره فرصت همصحبتی پیش بیاد. حتما، شب روز شما بخیر. هموطنان گرامی، صحبت کردیم با دکتر حسن نایب هاشم در باب حقوق بشر. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم و برمیگردیم ببینیم وضعیت بشر در سوریه چگونه است تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، صحبت کردیم با یکی از فعالان بسیار مشهور حقوق بشر، آقای دکتر حسن نایب هاشم. خب چند روز پیش، فکر کنم 3 روز یا 4 روز پیش، یک جنرال سه ستاره روسی وارد سفارت آمریکا در عراق شده است، گفته یک ساعت وقت دارین هواپیماهاتون از هوا به پایین بکشید. و این خیلی برای آمریکایی‌ها حیرت انگیز بوده که چگونه یک کشوری مثل روسیه در واقع آمده و اولتیماتوم داده که ما میخوایم وارد عمل بشویم، هواپیماهاتون رو مثل اولتیماتوم در واقع، و نزد آمریکایی هایی که معتقد به قدرت کشورشون هستن این بی اندازه غریب و به اندازه عجیب بوده. عرض کردم پیش از این
اون چه این الان من دفاع از آمریکا نمی کنم مطلق، اما در واقع میخوام یک مطلب مهمتری رو عرض کنم خدمتتون، و اون این که قوت و قدرت کشور تنها به نیروی نظامیش نیست، به قوت شخصیت رئیس اون کشور هست. یک دوستی آمدن پیش ما در همین شهر دالاس، گفتم کجایی هستین؟ گفت که من ترک هستم، و یه خاطره تعریف کرد، گفت یک شهر کوچکی هست در مرز ترکیه که این مورد مناقشه است هنوز، و در زمان آتاتورک چند نماینده از دولت سوریه آمدند و آتاتورک اونجا حضور داشت، لباس شخصی تنش بود و اینا نشسته بود، گفت ما آمدیم در باب این که این متعلق به سوریه است صحبت کنیم. آتاتورک گفت سخن تو نگه داره، الان بر میگرد. رفت منزل، لباس فیلد مارشالیش رو به تنش کرد، آمد نشست، گفت فرمایشتون چه بود؟ گفتم قربان ما چیزی نگفتیم، ما بحثی چیزی نبود، شوخی بود قربان ببخشید. یعنی از قوت و قدرت شخصی، حالی داستان چه راست باشد یا نباشد، در شأن آتاتورک هست که چنین اتفاقی بیفتد. یک آدم بود آتاتورک، حدود شاید در این مثلا شاید سنش 54-5 سال بوده در زمانی که این اتفاق مثلا افتاده. در زمان شاه سلطان حسین آمده بودن اون محمود و عرض شود که اون اشرف و این 400 تا زن آقای شاه سلطان حسین تقسیم کرده بودن، مانده بود 4 تا، گفتن زیادشه، اونا رو هم گرفتن بین خودشون تقسیم کردن، و سر میز شام نشسته روی زمین اشرف افغان بوده و محمود بوده و اینا، عرض کنم که شام می آوردن. یهو شاه سلطان حسین میگوید که اشرف سلطان، اشرف سلطان، اگه گفتی این بوی خوب از کجاست؟ اونم برمیگردی میگوید که من چه میدانم بوی چیه؟ گفت انبر اشرف. انبر یک ماده خوشبوی ارگانیکی است که در واقع انبر اسپرم یک نوع نهنگ هست که میاد روی آب جمع میشه، خوشبوست روش استفاده میکنن در غذا و این حرفا استفاده میکردن، خیلی خوشبوست. اشرف یعنی سیاه، انبر اشرف بهترین نوعش بود. گفت ما آمدیم اینجا رو گرفتیم، شبا از ترس خوابمون نمیبره، تو هنوز ماشاءالله اینقدر غیرت داری که هنوز بوی انبر اشرف رو تشخیص میدی. این شاه سلطان حسین بود. بعد یک نادرشاه پیدا شده و قوای روس در سرزمین ایران بودن، قدرت بیشتری هم آورده بودن در مرکز. فقط یک پیغام داد نادرشاه به روسا بعد از شکست دادن امپراتوری عثمانی، یک پیغام میدهد که یا مرزهای ایران را تخلیه میکنید یا مجبورم به خدمت شما برسم، ویزیتی بکنم به قول عرض کنم اینجایی ها، بدون شلیک یک گلوله روزها گریختن. این از قوت شخصیت نادر برمیخواست. بنابراین هر موقع در کاخ سفید آمریکا یک رئیس جمهور نیرومند، این آقای اوباما بسیار بسیار مرد نازنینی است، بسیار بسیار انسان شریف و آزاده است، اما ضعف دارد، در این گونه مسائل ضعف دارد. اگر که فرض کنید که آقای ریگان در این کاخ سفید بود، به نظر من محال بود که یک جنرال روسی بیاد، اونم در منتهای ورشکستگی و بعد از سقوط عرض کنم که اتحاد جماهیر شوروی، بیاد اولتیماتوم بده که آقا هوا رو چیز کنید، تخلیه کنید که ما میخوایم وارد عملیات بشه. و این بسیار بسیار عجیب بوده، و احوالی که گویا یک قدرت بزرگ جهانی در حال سقوط است، اینطور تحلیل کردم. من میخوام خدمت شما یک بررسی تاریخی خدمتتون بکنم از و بعد برسیم به موضوع این داستان و این که عرض شود که آمریکا چگونه به عراق رفت و چرا اوباما سپاه رو بیرون کشید و همه این بدبختی و گرفتاری های سوریه و اینا از اونجا شد که نیروهای آمریکایی که به خطا و به غلط به عراق رفته بودن اونجا رو تخلیه کردند و آقای اوباما مأمور این تخلیه بود، دستور اون صادر کرد
و در رویارویی های انتخاباتی مناظره ها آقای جان مککین که مرد جنگ دیده و بسیار مجربی هم هست گفت اگر من مجبور باشم 100 سال میمانم تا این دولت عراق به جایی برسد وگرنه فاجعه خواهد بود. آقای اوباما نیاسوده از ره سپاه آمریکا رو کشید بیرون و اون خلایی که نباید ایجاد شد و ساختار جامعه عراق را هم که در واقع از میان برداشته بودن یک خلایی شد برای فرصت طلبان و به خصوص آخوندها که وارد تشکیلات عراق بشوند. و ما امروز نالا برمیگردیم که این گروه ها چه گروه های هستن. همه آدم های در واقع رادیکال و تفنگ به دست و جنایتکار و تروریست آمدن و یک داستان پیچیده و عجیبی رو در اونجا به وجود آورده. خدمت شما عرض میکنم که رفتی میرسیم به جنگ اول که بین سالهای 1914 تا 1918 اتفاق افتاد. دنیای عجیبی بود، دنیای خاورمیانه. این ترکای عثمانی در واقع با آلمان ها شریک شدن و یه قدرت بزرگی رو به وجود آوردن و مقصود اینها این بود که آلمان اروپا رو بگیرد، عثمانی هم قدرت خودش رو گسترش بدهد و آلمان ها تکنولوژی و انواع سلاح های کارساز رو به واسطه تکنولوژی پیشرفته که در اختیار اینها قرار گذاشته بود و 400 سال هم بود که تمام این منطقه از مصر بگیرید تا همین عراق در واقع اینا در استعمار پادشاهان عثمانی بودن. پادشاهان عثمانی از اینا یک سو و از سوی دیگر اروپایی ها خونجگر بودن از دست اینها، چون اینها اگر در جنگ وین شکست نخورده بودن همه اروپا رو هم تصاحب کرده بودن. چه مایه جنایات فجیع و غریب اینها این ترکان عثمانی در اروپا انجام داده بودند و کینه و نفرت عجیبی در دل اروپاییان از ترکا بود و اینکه اینا دائم دست و پا میزنند که جز اتحادیه اروپا بشوند و نمیشوند، این یک سابقه تاریخی دارد و کینه و نفرتی که اروپاییان از ترکای عثمانی دارند. باری انگلیس ها قدرت دیگری بودند، کشور ما هم بازیچه این قدرت ها بود متاسفانه و این دو اتفاق بزرگ که در قرن بیستم بروز و ظهور کرد هر دو صدماتش به مملکت ما رسید، که یکی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. باری انگلیس ها از ترس اون که مبادا این دو قدرت که بسیار هم نیرومند بودند نکند که به منابع نفتی ایران و عراق دست پیدا بکنند، نیروهای عظیمی رو وارد کردند. جنگ های بسیار خونینی در بصره و بغداد اتفاق افتاد و جنگ بزرگ گالیپولی که بسیار بسیار مشهور هست، دولت انگلیس فرستاد که به کل این ترکیه رو بگیرن و تقسیمش کنن بین اروپاییان که اصلا چیزی به نام ترکیه وجود نداشته باشد، اما غافل از اون که ترکان غیرتمند و دلاور در اونجا منتظر هستند و جنگ گالیپولی در واقع یکی از شاهکارهای جنگهای دفاعی در تاریخ جنگ هاست به فرماندهی آتاتورک، این مرد بزرگ که در یک سخنرانی به سربازانش میگوید سربازان من فردا از شما نمیخواهم که عرض کنم که حمله کنید، من از فردا میخواهم که شما بمیرید. یعنی اونجا آتاتورک میگه عمل باری اینا شکست خوردن رو عرض کنم اینا عقب نشینی کردن، اما کل این منطقه رو در واقع انگلیس ها از چنگ عثمانی ها به در آوردن، یعنی همین عراق و این نامگذاری ها هم اونها کردن، در واقع نامگذاری های عراق و نمیدونم عربستان سعودی و غیره و غیره، و بعد هم باقی مونده عثمانیان که رویاروی جنگی نشده بودن. بله این نقشه خود نشان میدهید، یه شخصی به نام لورنس آف عربیا که یک سرگرد بود اینها رفت خود عرب رو متحد کرد و از عقبه که آخرین پایگاه ترکای عثمانی بود اینها رو بیرون کردن. جنگ ترکا از یک سوی هم با روس ها بود، روس ها هم با انقلاب 1919 در واقع اشتباه نکنم انقلاب بلشویکی 1919 بله یا 1917 الان گل فراموش کردم، اینها اونها هم سست شدن در جنگ و جغرافیایی که ما در اختیار داریم امروز حاصل این داستان هاست.
بنابراین انگلیس قدرت بزرگ جهانی بود در اون روزگار، هندوستان هم البته بسیار کمک میکرد. این که تصور نکنیم که هندوستان یک کشور کاملا در اختیار انگلیس ها بود که هیچ منافعی نداشت و هیچ سخنی نمیکرد و نوکر انگلیس ها بود، نه، هر مطلبی که پیش میامد هندی ها هم از نظر اقتصادی و از نظر استراتژیک به قول اینجای ها همواره مطالب و مطرح میکردن. این که بله، منافع هندوستان هم اینجا باید در نظر گرفته شود و بسیاری از سربازان انگلیسی که جمع کردن همین هندی ها بودن. باری اون تعدادی هم که آمدن ایران جنگ دوم، اونم چند تا گردان هندی بود که بعد ما هممون فرار کردیم. عرض کنم که تفنگا رو انداختیم و گلنگ زدن در جیب و یا علی، عرض کنم که الفرارو مما لا یطاق من سنن المرسلین، هندی بودن. حالا از این داستان بگذریم. انگلیس پایگاهش در خاورمیانه نیرومند بود. در جنگ دوم عرض می شود که رفته رفته دو قدرت بروز و ظهور کردند. وقتی توپخانه خاموش شدند، روسا از آن سو، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا از این سو، و این آمدن به ایران روس ها که این طرح چرچیل و روزولت بود و استالین برای اینکه مهمات رو از ایران بگذرانند به روسیه، اینها نقششون این شد که روس ها هم بیاین. روس ها هر جا می رفتن عقب نشینی نکردند جز افغانستان، یعنی پای روسی هر جا رسید، اینو قبل از سقوط این امپراتوری عرض میکنم، آمدن در آذربایجان، در کردستان دو حکومت عرض کنم دستشونده درست کردن، چنین و چنان، و بیرون برو نبودن. خلاف قراردادی که بسته بودن با ایران که 6 ماه بعد از تمام شدن جنگ این نیروهای متفقین از ایران بیرون بروند، اینها نمیرفتن بیرون تا بالاخره با پایداری و همت هری ترومن و با تهدیدی که از روسا کردن، روسا از اونجا عقب نشینی کردن و همواره آرزوی این که دوباره بتوانن جایگاهی، پایگاهی در خاورمیانه پیدا کنن در سرشان بود. همونطور که پیش از این هم عرض کردم، یک ارتباطاتی با لیبی برقرار کردن، با مصر از زبان جمال عبدالناصر اینها رابطه برقرار کردن که آن هم چون اینها قادر نبودن کمک کارساز به اینها بکنن، اینها رو هم انور سادات بیرون کرد و این روس‌ها به طور کلی دستشون از خاورمیانه کوتاه شد. انگلیس‌ها هم دیگر اون قدرت جهانی نبودن که بتوانند کشورهای استعماری داره کنن، هی کوچک شد و در واقع جای خودش رو بعد از جنگ جهانی دوم به ایالات متحده آمریکا داد که قبل از جنگ قدرت درجه سوم بود، اما بعد از جنگ به صورت یک قدرت تراز اول در دنیا بروز و ظهور کرد. یک قطب شرقی ما داشتیم، سوویت یونین و ایالات متحده آمریکا، و آمریکا در واقع سیاست آقای هری ترومن آمریکایی‌ها همزیستی مسالمت‌آمیز با روس‌ها بود. و این آقای ترومن وقتی صحبت از استالین می‌شد میگفت You don't know how much I like that little son of a bitch. حالا این son of a bitch بابت این که مثلا کمونیست بود اینا میگفت، ولی خیلی دوست داشت و معتقد شدن به همزیستی مسالمت‌آمیز با روس ها. یک جنرالی هم ما داریم، آقای جنرال پاتن در آلمان بود، گفت آقا ما با این روس ها یک روز باید جنگ بکنیم، من اینجا هستم، لشکر سوم از زیر دست من هست، لشکر آلمان هم باقی مانده‌اش هست، بگذارید من با این روسا جنگ کنم، یک روزی ما باید با اینا یه جای جنگ بکنیم. اون روز البته خب خطا بود چون نمیشد همچی کاری کرد، اما نظر او این بود. و بعد اینکه اینها معتقد بودند که ما بایستی با روسها یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، با گزارش یک دیپلمات که مدتی هم سفیر کبیر ایران ببخشید آمریکا در روسیه بود به نام در واقع فوستر اف کنان عوض شد. بزرگترین و طولانی ترین تلگراف تاریخ رو کنان کرده، یا کینان، کی ای دبل ان ای ان، به هری ترومن دستگاه که من آمدم اینجا و بررسیه، چون مورخ بود بسیار خوب تحلیل کرد و چون سیاستمدار هم بود در واقع استاد این کار بود،
گزارشی بسیار بسیار مفصل فرستاد و سیاست آینده آمریکا رو او بر جای گذاشت و گفت من اینها رو بررسی کردم، اینها جز نقشه توسعه یعنی همون اکسپنشن در سر ندارن و همزیستی مسالمت‌آمیز ایالات متحده با اینها امکان پذیر نیست به جهت اینکه اینها کمونیست هستن و دشمن ایدئولوژیک و قسم خورده دنیای سرمایه‌داری هستن. تنها راه چاره ما این هست که اینها رو کنتین کنیم. این تئوری کنتینمنت که یعنی جلوگیری و به نوعی محاصره، حالا اینن معنی محاصره رو نمیدهد، اما کنتینمنت یعنی هم نگهشون داریم در این وضعی که هستم که گسترش پیدا نکنن. این تئوری کنتینمنت داد جماهیر شوروی رو آقای کینان نوشت و داد. در ابتدای کار اندکی تردید داشتن اینها، اما بعد این شد ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا در مقابل شوروی. هر جا که روسا 4 تا سرباز بردن، اینا 8 تا سرباز می‌بردن. اینها از اینجا بلند می‌شدن می‌رفتن ویتنام، این همه راه اون سوی به جهت اینکه این سیاست رو اعمال بکنن که بتوانن جلوی روسا رو بگیرن و منافع مادی و سیاسی خودشون رو تامین بکنن. این است که از اینجا لشکر کشیدن، 50,000 نفرم کشته دادن در ویتنام به جهت اینکه ویتنام شمالی در اختیار روسا بود، تحت نفوذ روسا بود، ویتنام جنوبی چنین بود که می‌دانید طرفدار اینها بودن به هر صورت. و آمریکا این سیاست رو ادامه داد و ادامه داد و یک عبارت خیلی مشهوری دارد که ما بایستی صبور باشیم و به قدر کافی بودجه برای مبارزه با روسا همواره در اختیار داشته باشیم و ارتش خود رو نیرومند کنیم و نگذاریم اینها، وگرنه اینها مهار گسیخته هستند. بعد هم معلوم شد سخنشون درست بوده، همون زمانی هم که آقای جوزف استالین جام به جام میزده با آقای عرض کنم که چرچیل و روزولت، همون زمان اندیشه گرفتن کل ایران و کل منطقه عراق و عربستان سعودی و اینها هم آقای استالین در نظر داشته. بنابراین این سیاست کلی آمریکا بود و آمریکایی‌ها فقط 2 و در واقع تریلیون دلار اگر اشتباه نکنم یا 2 بیلیون دلار، این ارقام رو من بعضی اوقات فراموش میکنم، اینها صرف ساختن در واقع زیردریایی ها کردن، انواع اقسام زیردریایی های اتمی و 700 تا 800 پایگاه در اطراف جهان برپا کردن فقط برای اینکه در واقع روسیه خطری نباشد. و هنوز هم البته سالی بین 600 تا 700 بیلیون دلار اینها خرج ارتش دارد آمریکا. بلکه تا روزگار ریگان در این دوره ها هرگاه ریاست جمهور آمریکا مرد نیرومندی بود، روس ها عقب نشینی میکردن از بعض مواقعشون، هرگاه آدم ضعیفی بود عرض میشود که اینها یه کاری میکردن. تا روزگار ریگان، ریگان آمد سیاست خودش رو برای توسعه تکنولوژی ارتشی و استار وارز بنیاد کرد و در زمان او بود که سوویت یونیون سقوط کرد. در واقع وقتی که موضوع تکنولوژی آمد و عرض میکنم که این پیشرفت‌های عظیمی که شد در زمینه الکترونیک و سلاح‌های جدید، روس‌ها نتوانستند دیگه این مخارج رو به واسه رو هم رفته کشور فقیری بودن، نمی توانستن به ازای هر دلار آمریکایی 1 دلار هم اونها صرف ارتش بکنن. این هست که عرض کنم سیاستشون هم کار نکرد. این که مرکزیت تصمیمات در اقتصاد در اختیار دولت باشد، این هم کار نکرد و اینا سقوط کرد. بنابراین نشان می دهن هواپیماهای جنگی در حال پوسیدن. عرض میکنم که اون تأسیسات مهم ارتشی پول نیست که اینها رو تعمیر بکنن درست کنن تا این آقای پوتین پیاده شد. در اونجا 2 ایده عجیب دیوانگی هست، یکی آقای اردوغان هست که آرزومند بازگرداندن امپراتوری عثمانی هست، کاخهای اونچنانی میسازه، لباسهای اونچنانی تن سربازان میکنه، و آقای پوتین که آرزوی بازگشت به روزگار قدرت سوویت یونیون رو در سر میپروراند. حالا برمیگردیم سر موضوع جنگ عراق. یک جنگ بیهوده‌ای بود و عرض کردم فقط برای قدرت نمایی بود،
که به قدر کافی هدف هست. عراق به قدر کافی، عراق به قدر کافی شهرهای آباد داره که ما خراب کنیم که نشان بدیم زورمون چقدره. این استدلال ادمینستریشن آقای جورج بوش پسر بوده برای حمله به عراق. بعد موازنه رو به هم زده، یعنی صدام حسین که لعنت الله علی که روز آخونده از ترس او خوابشون نمی برد، اینها این بابا رو زدن و بعدم از زیر زمین کشیدن با خاری و خفتی به دار کشیدن و راه رو باز کردن برای نفوذ آخوندها به عراق. این آقای مکین که رو برمیگردیم سر سخنش، اون میدانست، گفت آقا این چند هزار نفری که در اونجا هستن باید بمانن تا این دولت لرزان حکومت عراق پای بگیرد و بتواند به قدر کافی. ما که این ارتش اینها رو از بین بردیم، قریب بیشتر از نزدیک 3000 یا بیشتر تانک عراقی رو این از بین بردن، هیچی برای عراق باقی نذاشتن، هیچی. یعنی به لحاظ دفاعی تمام سلاحش رو بمبارون کردن، هواپیماش هم که ایران آخوندها دزدیدن، اینها هیچی نذاشتن، بنابراین چیزی برای دفاع نذاشتن. یه نوری المالکی هم آمد، هر موقع میدیدیش پنداری که این مرد تازه از زیر رخت خواب همش خوابالود بود و میگفت این آقای خامنه ای، این آیت الله منه، از او دستور میگیره. و از اون سو این بهار عربی که شروع شد، یعنی ببینید اشتباهات آقای اوباما چگونه است که خانم کلینتون که اولون که دموکرات هست، دوم اون که دوست صمیمی آقای اوباما هست، این سوم اون که وزیر امور خارجه ایشان بوده، گفت آقا روزی که مردم سوریه به پای خواستن برای حصول دموکراسی و نجات از دست یک جنایتکار آدم خاری مثل این اسد، من در جلسه عمومی که برقرار کردیم و ژنرال ها بودند و چنین و چنان، نظر من اون بود که ما فوراً کمک رسانی بکنیم به این نیروهای مترقی و دموکراسی خواه آزادی خواه سوریه. جنرال ها هم چنین گفتن و پیشبینی ها رو گفتن و همه چیز. آقای اوباما اوورراید کرد، گفت نه خیر، ما این کار رو نمی کنیم، مثلا کاری به کار نداریم، به ما چه مربوطه اینها. بنابراین خلأ عراق بر سر جاش، پشتیبانی نکردن از اون نیروهایی که می توانستن یک حکومتی برای مردم سوریه برقرار بکنن و این حکومت استبداد اسد رو و اون که در واقع به سرنگون بکنن، کمک نکرد. رفته رفته هر فراری جنایتکاری بگیر از جیش النصرت اونجاست، عرض میکنم که داعش اونجاست، حزب الله اونجاست، آخونده اونجا هستن، عرض میکنم که بسیاری از این جنگنده های القاعده بود، احتمالا طالبان اینا هم اونجا هستن. معلوم نیست داستان چه شده. آقای اسد هم بمب‌های بشکه‌ای، حالا دیگه اختراع هم کرده، بمب‌های بشکه‌ای روی سر مردم توی مدارس توی بیمارش فرقی نمی‌کنه، می‌ریزه. آخوندها هم می‌خواهند که این باشد، این دروازه است به لبنان و بدون وجود این میسر نیست. دولت آمریکا هم ماشاءالله ارزه به خرج داد، بعد از همه این اشتباهات آمده یه در دلار خودش جمع کرده، نمیدونم چند میلیون، 2 میلیون دلار، چقدر جمع‌آوری کرده، 50 نفر رو، حدود 50 نفر رو دریافت کرده که اینا دستش فرار کردن. 9 نفر در میدان دارن که اینا میگن بابت اینا دارن در واقع جمع میکنن، کمک میکنن به همون نیروهای مخالف اسد. خب بنابراین این تصمیمات غلط و این تصمیمات اشتباه سبب شد که آقای پوتین به طمع بیفتد. آمده اینجا و با آقای چی صحبت کرده که آقا ما چیز میکنیم اونجا، این آیسیس از بین میبریم، چه این رو چنام میکنیم. و ایشون هم گفته خیلی هم فکر خوبیست، این انبر اشهب عجب چیز خوشمزه است. بعد این آقا رفته و هواپیما و توپ و تانک و تشکیلات وارد کرده، آخوندها هم سپاه فرستادن. اگر روز اینا مرتب میگفتن ما کسی اونجا نداریم، امروز دیگه با کم و صدای بلند میگن داریم. و روز اول بمبارانش بمب‌ها رو ریخته بر سر آدم‌های شریف آزادی خواهی که مثلا آمریکایی‌ها به اینا پشتیبانی میکردن، تبلیغ هم میکنن که نه، و حمله به آیسیس مطلقا نکردن.
اگر شما نگاه کنید به نظرات تحلیلگرانی که عمیقا به قضیه آشنا هستن، اشتباه فوق العاده خطرناکی رو مرتکب شدن و این آقای پوتین نیامده اونجا که دموکراسی بیاورد و از مخالفان اسد پشتیبانی بکند. این آمده است تا اسد رو نگاه دارد و پایگاهی برای خودش در خاورمیانه دست و پا بکند، خلایی که آمریکا در عراق ساخته اون خلا رو پر بکند و در واقع منافع خود رو هیچ بعید نیست بعد سرکلش هم در عربستان سعودی پیدا بشه، چون به نظر میاد که دیگه این آمریکا میل چندانی به خاورمیانه ندارد. البته خب اینا اعلام میکنن که آقا ما همون ابرقدرت که بودیم هستیم. این شطرنج خاورمیانه شطرنج بازی در واقع ابرقدرتی نیست، این یه جای کوچیکیست، اصلا مهم هم نیست. بنابراین امروز آمدن دارن اونها رو بمباران میکنن. عرض کنم که آیسیس هم در اونجاست، آخوندها هم در اونجا هستن. حالا 4 هواپیمای آمریکایی بلند میشه، 5 هواپیمای روسی، هیچ دانسته نیست که مقصود چیست. اما قطعا بدانید که روس‌ها و آخوندها نیامدن اونجا که مخالفان اسد به پیروزی برسن و در اونجا نمیدونن حکومت مردمی تشکیل بشه. آمدن اونجا که این مخالفان اسد را یک سره از میان بردارن و اگر یک روزی آخوندها دزدانه به اینها کمک میکردن، کمک‌ها رو دیگه علنی میکنن، چون اینها هم چراغ سبز دادن و اینا هم به عنوان یک قدرت بزرگ مثلا خاورمیانه که از جنگ دوم در اونجا بودن و مداخلاتی داشتن هر آینه، عقب نشستن و دارن نگاه میکنن و اعتماد به پوتین که آقا این پوتین خدا عمرش بده کار رو به نتیجه میرساند. غافل از اون که این پوتین عرض کنن به قول کسانی که و ناظران امور که به این قضایا وارد هستن، نیامد است که حالا فردا برگردد و برود و مردم بیچاره عرض کنم که سوریه که گناهشان این بود که برای آزادی دست و پایی کردن و تا کنون 250,000 نفر از مردم سوریه بیگناه به دست این جنایتکار، یکی از بزرگترین جنایتکارهای تاریخ این اساسا کشته شدن، چاره نخواهند داشت که دوباره زیر پوتین سربازهای اسد، پسر اسد، پسر حافظ اسد، بشار اسد دوباره زندگی بکنن. 5-6 میلیونش هم که گریزان هست به این سو و اون سو. این مردم سوریه مردم عقب افتاده ای نبودن، این بیچاره میدانستن چه میخواهند. اما متاسفانه کمکاری آقای اوباما و اشتباهات استراتژیکش در منطقه باعث شده است که این بدبختی ها و گرفتاری ها به وجود بیاد. یک اشتباه بعد از اشتباه دیگر، هم آقای جورج بوش اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شد و هم آقای اوباما با بیرون کشیدن این نیروها و بعد پشتیبانی نکردن، یادتون باشه از ملت ایران هم هیچ پشتیبانی نکردن در اوج جنبش سبز که مردم نیازمند یک پشتیبانی لفظی حداقل بودن، مهر سکوت به لب آقا بود و هر سبت که هیچ سخنی نگفت و هیچ پشتیبانی نکرد. و در موضوع چیز هم آفریقا و سوریه هم به همین وجه، و مردم بیچاره سوری به طور روزمره هواپیمای روسی رو میبینن که دارن بر روی در واقع آزادی خواهان بم میریزن. آمریکا هم اونجا یه کارای میکنن، معلوم چی کار میکنن، میگن که ما داریم آیسیس رو بمبارون میکنیم و کسانی که در نقد میکنن حکومت اوباما رو میگوین که روسا دارن به محض که هواپیما بلند میشه، هدف کجاست؟ هدف دشمنان اسد هستن، کسانی که یک روزی برای آزادی برپای خواستن و کسانی که آمریکا مثلا از اینها پشتیبانی میکرده. و یک داستان غریب امروز در اونجا متاسفانه برپا شده است و آقای پوتین به وضوح گفت ما از حکومت آقای اسد باید پشتیبانی کنیم و او رو نگه داریم. دو سه توپ تو خالی هم این آقای اوباما در این مدت عرض کنم که شلیک کرده که فقط باروت بوده. یکی این که استفاده از مواد شیمیایی، این خط قرمز ماست که اسد مردم خودش رو بمباران شیمیایی کرد
این آقا هم هیچ کاری انجام نداد و آقای اسد ادامه داد. وقتی مردی در موقع و موضع ریاست جمهوری آمریکا میگوید این خط قرمز ماست، یک کاری واسه انجام بده. وقتی انجام نده، در واقع همون داستان انبر عشب است. خب دشمنان میگوین که آقا این آقا که عرضه ای نداره که حالا چیکار میخواد بکنه. و بسیاری کسان بر این هستن که مطمئن باشید که تعداد روس‌ها نه تنها در سوریه ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی در تزاید خواهد بود، بلکه اینا خلای عراق را هم پر خواهند کرد. وقت ما هم وطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. با سپاس از توجه شما نازنینان و سپاس از سپهر گرامی، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.